نماز و همچنین رفتن به مسجد و بعد از نماز یک سری آداب و احکام اسلامی هست که انسان باید مراعات بکند من جمله این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعد از این که شما وضو گرفتید و به مسجد رفتید و در مسیر راه فلا یشبک بین اصابعه کسی که به مسجد می روید انگشتانش را در یک دیگر فرو نبرد به این صورت زیرا که انسان زمانی که به مسجد می روید در نماز هست این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست بنابر روایت ابو داود یعنی شما وقتی که به مسجد می روید گویا که در حالت نماز هستید و تشبیک اصاب فرو بردن انگشتان در یک در لابلا یک دیگر این جز مواردی هست که شایسته بحث نماز نیست و همچنین در مورد به صدا در آوردن بند انگشتان در نماز یا شکستن قولنج انگشتان در این زمینه روایتی اومده از رسول از علی رضی الله تعالی در سنن ابن ماجه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تفقع اصابعك وانت في الصلاه وقتی که در نماز هستی قولنج انگشتانت را نشکن گرچه این روایت از نظر سندی ضعیف هست و امام نووی رحمت الله علیه و برخی دیگر مانند علامه زیلی گفتند که این روایت از نظر سندی مشکل دارد اما جمهور فقها قولشون برهمین است که تشبیک اصابه و همچنین شکستن خولنج انگشتان در نماز جز مکروهات از جز کارهای به اصطلاح زائدی هست که جز ابس در نماز در واقع شمرده می شود حتی برخی از فقها خارج از وقت نماز بیرون از نماز هم مانند بعضی از علمای احناف و مالکی گفتند که شکستن خولنج به اصطلاح انگشتان کراهت دارد گرچین دلیل صریح و محکمی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم منتها برخی از فقها گفتند که این خلاف ادب هست خصوصا وقتی که انسان در یک جمعی هست یا بعد از نماز هست در یا در حالتی که انسان در داخل مسجد در مسجد نشسته بهتر است که از این انسان پرهیز بکند اما بلفرد اگر کسی چنین کاری انجام داد در نمازش خللی ایجاد شود حتی اگر در وسط نماز باشد با اینکه کار ناشایسته ای هست و مکروه است نمازش از نظر شرعی صحیح است